سلام دوستان، یه ویدیوی کوتاه در مورد واچ لیست های من که خیلی شما و عزیزان برام پیام دادید و میخواهید بدونید که این واچ لیست ها رو از کجا یا این شاخص ها رو از کجا پیدا کنید، مشکل دارید و اینا. من میخوام امروز این ویدیوی کوتاه بهتون یاد بدم که چطوری بتونید از تریدینگ ویو استفاده کنید تو چنین واچ لیستی برای خودتون بذارید. من یه عکسی فرستاده بودم تو اینستاگرام و تلگراممون، اما متاسفانه بازم براتون مشکل بود به خاطر اینکه شما موقعی که میرفتید سرچ میکردید یه دنیا معلومات میاد یا چیزهای مختلفی میاد، شما نمیدونید کدومشون رو استفاده کنید اینا. پس من سعی میکنم تو این ویدیو و با هم بهتون نشون بدم که چطوری از تریدینگ ویو استفاده کنید برای اینکه همون واچ لیستی داشته باشید، یعنی همون لیستی که من نظارت میکنم شما هم داشته باشید، و اگه مثلا من لایف نبودم یا اینکه چیز اتفاق، بالاخره شما باید مستقل باشید بتونید ازش خودتون بدونید که بازارهای دنیا چطوری کار میکنه و چه اتفاقاتی میفته، و همیشه تو معاملاتتون 4 تا شرطت باید در نظر بگیرید قبل از هر تحلیل تکنیکی، که سنتیمنت بازار، شرایط بازار، ساختار بازار و فوکوس رو زیان و ضررهای خودتون. به خاطر همین این شاخص ها خیلی خیلی براتون مهمه که شما بتونید بدونید در حال حاضر شرایط سنتیمنت بازار چطور یا شرایط بازار چه اتفاقاتی افتاده، یا اینکه تو نگاه میکنی یهو میبینی شاخص تر زد رفت بالا. موقعی که شاخص تر بالا فاصله زد رفت بالا، هیچ چیزی نیست که تو این بازار زیر تاثیرش قرار نگیره، بدونید که یه چیزی اتفاقاتی افتاده. اوکی عزیزان، بس اجازه بدید بریم ببینیم چطوری این رو انجام بدیم. اول اینکه قبل از اینکه برید، شما خیلی ها این مونیتورای منو میبینید تا شاید فکر کنید ببینید اوکی اینا چی هست چی نیست اینا. این اگه نگاه کنید این طرفی که شما میبینید، این همین چیز وال استریت، ببینید وال استریت S&P 500، ناسداک 100، جرمن 30، انگلیس، فرانسه و 50 شرکت های بزرگ اروپا، بعد ژاپن، بعد اوکی عزیزان، بعد این بعدش میاد ژاپن میاد، بعدش ژاپن، بعد از ژاپن چاینا هست و هنگ کنگ، بعد بیت کوین و ایثر، و بعد شاخص کریپتو هست و شاخص ترس هست و طلا هست و شاخص دلار هست، و همین معلوماتی که من اینجا دارم اینو، این قسمت بزرگترین قسمت، این بهش چیز بازارهای جهانی دنیا را نگاه میکنم. اینو که اینجا میبینید اینا تمام بازارهای اروپا و آمریکا، اینا تمام اون شرکت هایی که در حال حاضر با حجمهای خیلی بزرگ دارن معامله میکنن. ببینید بچه ها، بلا فاصله اتوماتیکی هم من میگیرم همشونو تو تمام، مخصوصا تو در ببین تو انگلیس رو گذاشتم، بازار انگلیس، بازار آمریکا، بازار آلمان، و از این در حال حاضر به من میگه دقیقا کدوم یک از دارایی ها فشار زیادی روش هست و کدوم یک از دارایی ها علاقه زیادی روش هست و کدوم قسمت ها هستن اینا. بعد این اتوماتیکی، یعنی این برای من میاد و آپدیت میشه، یعنی این لیست هر روز یه چیزی است. پس 3 تا بازارهای بزرگ دنیا، آمریکا و آلمان و انگلیس، بدون اینکه من برم خودم رو خسته کنم، این بدون بلا فاصله به من میگه، یه لیست رو میگیره به من لیست میده. در حال حاضر میگه که تسلا حجمای زیادی خریده چیز شده که ریزش میکنه. اوکی، بعدش اینجا که میاد شرکت های انرژی هستن مثل نفتی و اینا، شرکت های نفتی هستن. اینجا که میاد صنعت، شرکت های مخصوص صنعتی هستن که من انتخاب کردم. بعد اینجا شرکت های معدن هستن، اینا بانگن و بانگای آمریکا و انگلیس و آلمانن. اینجا من تو اکثریتش تو بازار آمریکا و انگلیس و آلمان بازی میکنن. این شرکت های تکنولوژی هستن و واچ لیست شرکت های تکنولوژی هست. این واچ لیست دیسکریشنری، حالا نمیدونم دیسکریشنری چی. امروز مثلا من خطوط هواپیمای آلمان و انگلیس زیاد شورت رفتم، خوب داره ریزش میکنه، کار خوبی کردم. حالا اینا یک قسمت از واچ لیست های من هستن. بعدش چیزی که مهم اینه، من همیشه اینو باید همیشه اینو نگاه کنی که چه اتفاقاتی میفته. اوکی،
پس بذاریم ما چطوری میتونیم این واچ لیست منو اینجا تو تریدینگ ویو براتون تعریف کنیم که شما هم داشته باشید، دیگه نگران هیچی نباشید. اوکی پس اجازه بدید بریم ببینیم تو تریدینگ ویو. اوکی بچه ها، ما الان من الان تو چیز تریدینگ ویو هستم. همین که اینجا میبینید ایندیکیتر گیلانی هست. ایندیکیتر گیلانی در حال حاضر رو دو جونز اینداستریال است، شاخص اون داره نشون میده. بعد ما اینجا در کنارش من یه واچ لیستی دارم که اسمش واچ لیست گذاشتم گیلانی. حالا شما میتونید هر واچ لیستی، هر اسمی که دوست داشته باشید میتونید اینجا انجام بدید و لازم نیست که مثلا شما پرو باشید، پریمیوم داشته باشید یا پرو اکانت داشته باشید. شما میتونید همون بیسیکی که داشتید میتونید این واچ لیست رو داشته باشید. بعد شما اگه اینجا کلیک کنید، الان ما اینجا کلیک کنیم ببینید اینجا یه سری میاد: All Stocks, Futures, Forex, CFDs, Crypto, Index, Economy. اینا این چیزا رو میاد. شما برای شاخص ها ایندکس رو میزنید، ایندکس رو میزنید، بعد بنویسید US 30. ببین ما گذاشتیم US 30، اینجا یه مجموعه US 30 ها بهتون میده. US 30 اینجا هستش، اینجا هست کشن، اینا CFD هن. ما در ما ملاقمون به این چیزه، اینم CFD هست، اما ما اینو میخواییم اضافه کنیم. ببینید همین CFD، اینجا پرچم آمریکا رو نگاه میکنیم و CFD از ایندکس ما اونو اضافه میکنیم تا. اوکی سو اینی. حالا بعدش میریم چی US 100 رو میگیم. US 100 500 میباشه. US 500 US 500 بازم دوباره اگه نگاه کنید اینجا CFD ایندکس رو داریم، بعد ما کش هم داریم. اینو ما اینو اضافه کردیم. ببینید اینجا اضافه شد. پس اول شما میرید ایندکس و اینو میذارید. اوکی ایندکس یعنی شاخص. اوکی حالا میریم US 100 رو میگیم. US 100 نستک. US 100 هم بازم دوباره اینجا میاد. ببین اینو میذاریم US 100، اینه وارد شد. ببین اینجا اومد همون دقیقا همون ترتیبی که من دارم. بعدش ما میریم جرمن ببین دکس 30 اومد. شما میتونید دکس 30 یعنی همون جرمن 30 هست. DA 30 اینجا میبینید، اونو انتخاب میکنید. ما میریم اینجا هم پرچم آلمان هم اینجا هست، اونو میذاریم. آلمان رو گرفتیم. حالا ما میریم بعدش بازار انگلیس فوتسی 100. اگه نگاه کنید اینجا مثلا یه دنیا فوتسی 100 رو به داده. دوباره ما میریم این فوتسی 100 دومی اینجا اینو انتخاب میکنیم. اوکی اونو انتخاب کردیم. 100 شرکت های بزرگ انگلیس. بعدش ما میریم کک یعنی بازار فرانسه است. مینویسید کک، همین نویسید کک خودش میاد. بعد اگه نگاه کنید حالا کک 40 فرانس، اینجا مثلا یه چیزایی داره، شما اینو انتخاب میکنید. ببینید این اولیه را که ای را زده. اوکی ایندکس فرانسه، این ایندکس مستقیم فرانسه است. چیز شما اینو بذارید همون 6600 خورده ای اومد. اوکی پس این فرانسه شد. بعدش ما میریم EU stock 500 یعنی 50 شرکت های بزرگ چیز EU. اوکی EU stock 50. اوکی حالا اگه EU stock 50 رو نگاه کنید دوباره اینجا اومد. EU stock 50 این stocks این نگاه کنید همونجا پرچم EU میبینید، اینو میزنید، اینم اومد. اوکی نگاه کنید اینجا همه اومدن همون دقیقا همون واچ لیستی که من دارم. اوکی حالا بعدش ما میریم چیکار میکنیم. ما چی لازم داریم؟ ما نیکی را لازم داریم. نیکی 200 ترکیه یعنی شرکت چیز ژاپنه، یعنی این چیز ژاپنه چی میگن ایندکس ژاپنه. بعد ما نیکی 225 رو میذاریم. بعد همینو بزنید. اینجا نیکی 225 هم اومد. الان نشون میده اینا لایف نشون میدم به تو که قیمتشون چنده، چه اتفاقاتی تو بازار میفته. بعدش ما چاینا 50 50 شرکت های بزرگ چاینا اوکی چاینا 50 همون اولی رو که نگاه میکنید سی اف دی از چاینا 50 اینو میذارید. بعد که اینو زدید این
این الان اونم اومد. بعد از اون ما میریم شاخص ترس رو میزنیم، شاخص ترس ویکس، ویکس رو میگیم ویکس، ویکس شاخص ترس اومد. ببین شاخص ترس هم یک مجموعه چیزای عجیب و غریب اینجا بهتون میده، اینجا مثلا ولتالیتی ایندکس رو بهتون میده، اونی که ما میخوایم این از ویکس، ویکس اینو میخوایم ببینیم، ولتالیتی دی ایکس سی بی ای او ای آمریکا. اوکی، این شاخص ترس بود. شاخص ترس الان اونجا بیرون اومدی. بعد ما میریم دلار رو، شاخص دلار رو میاریم، دلارز. بعد اینجا که نگاه میکنید دوباره یه مجموعه بد میده، اما اگه نگاه کنید یو اس دلار کرنسی، بعد اینم سی اف دی است. این فرق نمیکنه اینو یا اینو استفاده کنی، هر دو تا چون یکی هست. حالا ما اینو میزنیم، اوکی اونم اضافه شد. حالا چیکار میکنیم؟ ما میریم طلا رو میاریم. طلا اگه ما بریم، به خاطر اینکه طلا ایندکس نیست، ببین طلا اینجا ایندکس نیست، به خاطر اینکه ایندکس نیست طلا، ما اسپاتش رو میخوام اینا، ما میریم چی سی اف دی. اینجا میبینی سی اف دی، سی اف دی رو میزنیم، سی اف دی. موقعی که سی اف دی رو زدیم، ببین طلا اوز چیز اوز داد، ما اونو اضافه میکنیم، ببین سی اف دی، بعدش طلا این. اوکی، بعد اینم الان قیمت طلا رو چیز کرد، گذاشت اونجا. بعدش ما میریم کرود اویل برند کرود اویل. اوکی بچه ها، برند کرود اویل یعنی چیز، یعنی نفت. من اینو ترجیح میدم که اینو مینیسی ببینید سی اف دی، باز میاد اینجا، بعد نفت میزنید، بعد این برایتون نفت و قیمت نفت اینجا ببین اومد. اوکی، بعد میمونه که کریپتو ایندکس میرید کریپتو. اوکی، بس ایندکس کریپتو. سو اگه شما برید اون موقع برید تو کریپتو، کریپتو بعد اینجا مثلا ایندکس رو میزنید، ایندکس، بعد ایندکس رو میزنید، یه دنیا ایندکس رو بهتون میده. اما شما برید همین رو بزنید، ایندکس چیز، این ایندکس براتون میاد. این ایندکس شاید با یه کمی ایندکس من فرق میکنه، به خاطر اینکه ایندکس من 10 تا استفاده میکنین، شاید زیادی ها رو استفاده کنید، اما مهم اینه که شما بدونید که یا ایندکس پایین میره یا بالا میره. اوکی عزیزان، بس ما الان تمام اون چیزایی که شما میخواستی، اون چیزایی که مهمی بودن براتون، من اینجا اضافه کردم یک به یکشون. بعد امیدوارم که دیگه شما یاد گرفته باشی که بدونید چطوری از این چیزا استفاده کنید. بعد شما دیگه میخواید خودتون اینجا دیگه مثلا چیزای دیگه که دوست دارید، مثلا پوند، چه میگن، بیت کوین، چیزای دیگه هر چه دوست دارید میتونید اضافه کنید. اینا خیلی براتون مهمه، شما باید نگاه کنید، همیشه باید اینا رو در نظر بگیرید، نگاه کنید. امروز مثلا بازار داره ریزش بزرگی کرده، این تو این ریزشش چیز، اگه نگاه کنید شاخص ترس مثلا زده رفته بالا. الان اگه من کلیک کنم اینجا، همون تو ایندیکیتر گیلانی نشون میده که شاخص ترس وضعیتش چطوری و اینا. بعد اگه شاخص دلار رو نگاه کنم همینطوری، بعد طلا رو نگاه کنم، اینا چیزای خیلی خیلی مهمن. اینا چیزایی هستن که 24 ساعت دقیقه و ثانیه رو بسکت شما تأثیر دارن. شما باید اینا رو همیشه در نظر بگیرید. هر کسی که بیاد کریپتو، بازار ارزهای دیجیتال جدا از اینا رو بدونه، باور کن یه ضربه بزرگی خواهد دید، یعنی ضرر خیلی زیادی میکنه، بخاطر اینکه ما چیزی داریم به نام سمارت مانی. سمارت مانی خون مشترک از بین اینا. ببین پولا از اینجا میرن اینجا برمیگردن، اینجا اونجا میرن. شما فقط باید اینا رو نگاه کنی، یاد بگیری. همینطوری فقط به این شماره ها نگاه نکنید، ببینید چه رابطه ای هست، چه کورلیشنی هست مثلا بین این شاخص با این شاخص، دلار و با طلا، بعد شاخص ترس، بعد نگاه میکنید نستک رو نگاه میکنید چه تاثیراتی رو شاخص مثلا ارزهای دیجیتال میذاره اینا. بعد یاد بگیرید این چیزا، اینا مهمترین چیزایی هستن که جلوی چشم شما هستن. شما با اینا میتونید ببینید که وضعیت بازار چی هست و چه اتفاقاتی داره تو بازار میفته. پس امیدوارم که همتون، اگه اونایی که منو فالو میکنن، اینا دوده که چیز واچ لیست منو میبینن، دقیقا این همون واچ لیستی هست که من دارم. اوکی
اوکی عزیزان، این کلاس خیلی کوتاه بود و برام خیلی خیلی مهم بود. خیلی از شماها از من تقاضا کرده بود که چنین چیزی براتون انجام بدم. امیدوارم که این بتونه یک کمک خوبی باشه براتون و خوب یادگیری. با آرزوی موفقیت برای یکایک شما تا کلاس های جدید. خداحافظ.